با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. الان حدود ساعت 2:30 بعد از نیمه شب، یعنی امشب شب 6 دی ماه است. 5 دی ماه رو گذروندیم. 5 دی ماه که روزی در تاریخ ایران این روز یاد خواهد شد. حالا علتش رو خدمت شما عرض میکنم. من بارها گفتم که حکومت بر اساس تبلیغ تارا نفس میکشیده، پول ملت رو خرج میکرده، پول کشور رو خرج میکرده، فقط تبلیغ میکرده واسه خودش که بگم به به چه چه، این ذات این حکومت است و از همین راه هم ضربه میخوره. مثلا 96 جریان انتخابات دور دوم روحانی میدونستم که داریم چه برای سرینا میگردیم، میدونستیم با تبلیغات چه کار کردیم. البته تعداد افرادی که تو این فاز بودن خیلی کم بودن، خیلی کم، حتی به تعداد انگشت دست هم نبودن. اما وقتی که انتخابات شروع شد و رأی گیری شروع شد، اینها به خاطر تحت تاثیر قرار گرفتن جو تبلیغات خارج از کشور آمدن و تعرفا رو کم پخش کردن، صفا رو طولانی کردن. مثلا یه نفر 2 دقیقه کار داشت 10 دقیقه طولش دادن که بگن صفا طولانی است، چون نه کارشون همین، ولی اصل قصه یادشون رفت. همیشه همینه، چون اینا تا نوک دماغشون بیشتر نمیبینن. اما امروز چه اتفاقی افتاد؟ امروز روز ننگین تاریخ نیروی انتظامی ایران در دنیا است. ننگین تر از این روز برای نیروی انتظامی وجود نداشت و نداره، برای حکومتی هم همچنین. این فشاری که روی نیروی انتظامی چند روز بود، این استرسی که روشون بود بر اساس تبلیغات گسترده و جوی که ایجاد شده بود، گل به خودی زدن. اصلا اینقدر گل زدن که عددها تموم شد، یعنی دیگه شماره ای نموند، دیگه شماره ای نموند. بازی فوتبال شد بسکتبال، به طرف یک طرفه. یک توپ رو گل دروازه مردم نیومد، همش گلا تو گل دروازه خود ایران خورد. من پیشبینی میکردم، ولی در این حد نه. من میدونستم روز شکست حکومت هست در سطح دنیا، روز شکست حکومت هست و نیروی انتظامی هست در انظار عمومی، هم دنیا هم مردم ایران. شکست حکومت و نیروی انتظامی توی خود حکومتی ها، شکست نیروی انتظامی تو خانواده هاشون، بچه هاشون شرم سارن، سرشون باید برای لای پاشون. خیلی بیشرفید، از تقصیر ندارید. من بارها گفتم نان حرام، نان دزدی همینه. شما هرگز نمیتونی با یک مصالح آشغال یه ساختمون درست کنی، چون خلاصه هر جا بره بالا یه جاش میپکه میاد پایین. شما وجودتون، فونداسیونتون، نطفتون، خونتون، خودتون و بچه هاتون و زندگیتون با پول حرامه. شما بدید کار نظامی در دنیا چیست؟ من خدمتتون عرض میکنم، ایجاد آرامش در جامعه. یعنی اینکه نیروی انتظامی کارش این است که آرامش ایجاد کنه، کسب کارشو بکنه، تولیدی کارشو بکنه، مغازه رو اطمینان کنه، بینا ول کنه بره و مردم امنیت داشته باشن از دست دزدها، جنایتکارها، جیببرها و مردم آزارها. درست شد؟ کار نیروی انتظامی این هست. کار نیروی انتظامی اینه. شما وظیفه‌تون رو فراموش کردید. چرا؟ و بعد وقتی آرامش در جامعه بود، تولید در جامعه بود، کار کاسبی در جامعه بود، اون جامعه رونق پیدا میکنه. اما شما تمام توانتون رو گذاشتید واسه یک مشت آدم بی ریشه، بی اصل، گدا گشنه، تازه دررسیده و منافع اونها در نظر گرفتید. یک اقلیتی رو در مقابل یک اکثریت. پولم از اونها گرفتید، اونها از مردم میدوزیدن و به شما میدادن. فونداسیون وجودتون همینه، فکرتون همینه، نمیتونید عوض بشید مگر اینکه سالهای سال توی زندانها بمونید تا بپوسید، چون تو جامعه وجود شما ها مضره. در هیچ شرایط شما قابل عوض شدن نیستید، چون با تمام خون و وجودتون عوض بشه. امروز نشون دادید، توی 2-3 روز نشون دادید کاسه از آشتاختر شدید. از منافع کی دفاع میکنید شما؟ ولی نعمت شما این مردمن. شما توی مملکت ایران هستید، سرزمین ایران هستید. وقتی میگم شرف ندارید همینه.
پس فردا همین بچه هاتون تف تو صورتتون میکنن، خواهر و برادرتون، نمیدونه شما چه کردید که ایجاد رو به وحشت میکنید. شما خودتون منبع ضد آرامش هستید. مردم شما رو بینن حالشون به هم میخوره، چندششون میشه از شما. آیا شما در دنیا حکومتی رو دیدید که حکومت بزنه مغز یک رو متلاشی کنه و بعد بخوان دفنش کنن، جف سازی بکنه؟ از هم مهمتر، در تمام دنیا رسمی است وقتی یک عزیزی از کسی فوت میکنه، اگه طرف زندان هم باشه بهش مرخصی میدن که در تشتینازش باشه. فهمیدید یعنی چی؟ نمیفهمید. و نفهم باید بمانید تا جونتون در بیاد. شرف های بی همه کس. وقت پدر مادرشو میگیرید زندان میکنید، بچهشو کشتید، خانداش زندان هم میکنید. این یک بازی جدید در دنیاست برای رفتن حیثیت حکومت. سازمان ملل خجالت کشید، با همه شورای امنیت خجالت کشید، با همه اون که دستشنده خودشون بود، از دستشنده خودشون حالشون به حقشون گرفته بود. من با هر کی اینو صحبت می‌کردم بهشون میگفتم که حرف منطقی ما ندیدیم در دنیا. همه کار این همینا، از ساخت و سازشون بگیرید کار کرباسی جنایتکار رفسنجانی کرد تا اینها. این را وقتی بلد نیستید تا سرای دیوار کچ میره. این ننگ بس شماست، بس اون اسم اسلامیتونه، بس اون لباس کثافتتونه و بس شما نیروی انتظامیست که همه وجودتون حرام گرفته، نجس گرفته، گندتون دنیا رو گرفته. شما دیگه تو ایران جایگاه پایگاه ندارید، هیچ جا راهتون نمیدن، فقط با تو زندان ها و تو کبیرها جونتون در بیاد. حقتون هم هست. شما نشون دادید، شما دیروز تو کرج نعره میزدید بیاید بیرون. تو یک مأموریت داری، یه وظیفه داری، شرح وظایف داری. شرح وظایف تو بود خواستن چیکار کنن مردم دیگه؟ ترس وجودتون گرفته دیگه، میدونید که مردم بر شما غالبن، مردم دیگه از شما نمیترسند. خدا خیر به شاهزاده پهلوی بده، تمام مدت دعوت به آرامش کرد، وگرنه دیگه شما عددی نیستید. ما میخواستیم رسوا بشید تو دنیا که شدید. امروز دنیا خجل شد، تمام و کسی که شما رو دست نشونده شده بودید امروز عرق شرم وجودشونش هست که اینا دیگه چه موجوداتی هستند. خودشون هم بدبخت شدند، به روزگار سیاه نشستند و شما هم روش. چه آخر عاقبتی برای شما رقم خورده؟ تدبیر خودتان است، حقتان است. یعنی اینو بهتون بگم، من باشم، اون باشه، این بیاد، هر که بره، این نسل جوان اینا یادش نمیره. تیکه تیکتون میکنند، که امیدوارم نکنند شما رو تو قفس ها، تو کبیرها بذارن، جونتون در بیاد. بی شرف های بی همی کس. نه دین دارید، نه شرف دارید، نه معرفت دارید، نه انسانیت دارید. یعنی واقعا در مقابل حیوان، حیوان شرمش میاد. یه گنجش که مفتده مرده، گنجش دیگه چه کار میکنه براش؟ شما چی هستید؟ تمام دلیلش خوردن نان حرام، کسافت و لجاست و مار دزدی این مردمه، ازش چیزی خوب در نمیاد. چه کردید با خودتون؟ حقتونه. ماهیت پریتون شده. ما چقدر لیلی بلاره شما بذاشتیم، چقدر سعی کردیم که یه اتفاق نفته، چقدر بهتون اختیار کردیم، اما خداوند عقل از شما گرفته. امروز در دنیا رسوا شدید، هیچ کس شما نمیتونه دفاع کنه. خوشبختانه حکم اعدام هم نخواهیم داشت در حکومت آینده. و شماها، و شماها بچه هاتون اصلا شرمشو میگه پدر ما بوده، همه تون فرق نمی کنه. شماها باشدی حکومت بمونه. اینا با مجاهدین چه کردن؟ مجاهدین آورده سر کار چه کردن که با شماها بکنند؟ پس فرام بریشتون میخندن. و از همه جالبتر تو خود شما، چون شما به آدم فروشی عادت کردید و آدم فروش تو شما فت فراغون هست، خیلی راحت همه تونه میفروشن. تازه کاری که بچگیتان کردین خواهن گفت. پرونده بدوشه اینقدر، هیچ رقم نتونید، هیچ رقم نتونید، چه وکیل بگید چه، هیچ رقم نتونید، یه اپسیرو این رو رو کنید. خود خیلی داره شما میفروشن، چون فروشنی عادت کردند. آدم فروشه کثیف، کلمه کثیف باز جای تنش نمی. شما چی به تو بگم؟ متعفن. و
برای کی کار میکنید؟ واسه این حکومت؟ دیدین دیگه، بچه رو کشته، اون تیری که به مغز اون جوان خورد به قلب شماها خورده، به مغز شماها خورده. اگه چند ده نفر چند صد نفر کشتن، در اصل شماها رو کشتن به این کار، خودتون به خودتون زدید. بازخورد و بازتابش خیلی زیاده. این ولی قضیه 80 میلیونه، شما فوش 800 هزار نفر باشید که نباشید که نیستید. وقت فرمانده شماها باید یک عراقی باشه، حشد شبی باشه، یه فاطمیون باشه، لیاقتتون همینه، خلایق هرچی لایق. و بچه همین آخونده هم شما رو میفروشن، خیال نکنی نمیفروشن شما رو. وقتی به جاش گیر بیفتن میگه این چی از من گرفت، اون چی گرفت، این چی دزدی کرد، اون چی کار کرد، همه اینا رو خواهند گفت. یعنی هیچی برات نگه، چون هیچ جایگاه پایگاهی نده، خودتون هم میدونید. من خیلی سعی کردم شما یه پولی پشت سرتون بنزی یک مو بذارید، ولی همه پولی پشت سرتون خراب کردید. دیگه تو این مملکت پیش این مردم به اندازه یک ارزن شما نه اعتبار دارید، نه جایگاه دارید، نه پایگاه دارید. برید بمیرید، از خدا طلب مرگ بکنید. من دوستان فردا فرشوت شبیه کلیپ خواهم گذاشت که حامی اصلی پشت قصه چیست. من با خیلی از آقایون در سطح دنیا مشاورین و صحبت کردم، به یک نتیجه رسیدیم که فرشا خدمت عرض خواهم کرد که شعارهای ما از پس فردا، از فردا، از پس فردا این خواهد شد. بدون استثنا این کار انجام خواهیم داد و اون مرحله ما قبل آخره. خدمت شما عرض کنم که بله، فشار مردم و اما اینجا فشار مردم باشه گل به خودی‌ها رو بزنید، اما اساتید دانشگاه سهمیه‌ای، پزشکای سهمیه‌ای، دانشجوهای سهمی، ننگ بر شما، توف تو شرف نداشتتون. باشید سر کارتون بریم بیاین، شما هم تو اینا اضافه میشید، هیچ فرقی نمی کنه. پرونده همه شما در یک جا بسته خواهد شد. خیال کردید همین دیدین دیگه، امروز دیدین، روز قبل هم دیدید. و دانشجویی که با اینا همراهی کنند، معلمینی که با اینا همراهی کنند، شریک جرمی در تک تک جنایت 40 ساله اینها، چون باعث بقای اینا یک روز بیشتر شدید، دو روز بیشتر شدید، 20 روز بیشتر شدید. هر کدومتون بعضی یک اپسیلون، یک نخود، یک ارزن در بقای حکومت کمک کنید، در تمام جنایت اینا در نزد خداوند وجدانتون و در مقابل این ملت واقعا محفوظ به عیا و انسان و با شرف شما مسئولید و باید جواب پس بدید و آن را که شحنه را که از خدا میگیرد با پول این ملت، با پول این ملت. بیت المال چه کلماتی دیدید که نه شرف دارن نه دین دارن، هیچی ندارن. خود خامنه‌ای کلیپشو گذاشتن دیگه، میگه من خوابم نمیدم یه روزی این انقلاب پیروز بشه. تا یه درس فکر میکنم خواب میبینم. توجه کردید؟ همین خودش اعتراف کرد. اینا رو کی پخش میکنه؟ بچه اطلاعاتی که دیگه خلاصه اونم با آخر خط رسیدند. این روی انتظامی ارتش فهم میکنه. هر کدوم به اندازه یک ساعت کمک کنن به ماندن حکومت در تمام جنایت 40 سالشون، حتی اگه اون موقع نبوده باشند، گر رو هوا بوده باشند، شریکید، شک نکنید. دنیا هم بی‌نظیر است که باید ریشه شما رو بکنه. بحث سازمان ملل، بحث شورای امنیت کاری که دارن میکنن از خجالت و شرم میشونه، چون اونا از شما حمایت کردن، اونا 40 سال شما نگذاشتن، اونا 40 سال دوشیدند و تمام شیرا سم شد تو وجود خودشون، کشور خودشون به خاک ذلت و خفت افتادند. میگن یه روز یه بچه دید پدرش یه سقد اورد از بیرون و مادر بزرگ پیرش رو که مادرش پدر باشه که توی سبد، او کجا میبری اینو بابا؟ او میخوام ببرم خانه سالمندان بذارم، بیا پیر شده دیگه نمیتونیم. پسره گفت پدر، گفت بله، گفت وقتی که رفتی گذاشتیم او سبد با خودت بیار. گفت چرا؟ گفت برای تو یه روزی لازم دارم. مردم برای شما لازم دارند. تموم شدید امروز، تموم شدید، تموم تموم شدید، تموم شدید. نمیدید به خودتون چه کردید، نمیدونید چند داغید. بچه‌شو بکشی، پدرمادرش زندان کنی، این حکومت شما براش دست براش دارید زیر علمش سینه میزنید، براش کار میکنید، قدم براش برمیدید، تا
توف تو شرفتون، خاک عالم بر سرتون، بر خودتون، بر اون شیرتون، بر اون پدرتون، بر اون مادرتون، توف 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 توف. هیچی ندارید، نشون دادید ماهیت پلیدتون، نشون دادید و دیگه تموم شدید. خوشحالم که تموم شدید. ایام بکام، روزگار خوش.